سلام خالق هستی بخش و باز هم یک سلام گرم تقدیم شما هموطنان خوبم و هر کسی که همکنون بیننده برنامه روشنا هست. روز سه شنبه تان بخیر و به سلامت باشد. امید داریم در هر جایی که هستین و بیننده برنامه خودتان هستین صحت و سلامت داشته باشین و جانتان جور باشد و امید دارم که کل اعضای خانواده محترمتان، چه شما پدر عزیز، شما مادر محترم و شما فرزندان عزیز، گلهای باغ زندگی، امید دارم که همگیتان در آسایش، رفاه، امنیت، سلامتی و سعادتمندی باشین و بیننده برنامه خودتان روشنا باشین تا آخرین لحظات. راستی رنگ زندگی شما چی هست؟ رنگ زندگیتان چیست؟ تا بال فکر کردین در این مورد؟ امیدوار هستم که رنگ زندگیتان امید باشه. بسیار زیبا میشه که ما زندگی ما پر از امید باشه. امید به خدای بزرگ، امید به لحظات خوب، امید به امنیت، امید به رفاه، امید به سلامتی. پس زندگی ما به رنگ امید باید باشه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خواهر خوبم خانم دکتر رضایی، و میخواییم که در رابطه با امید صحبت کنیم. ای که چرا گاهی وقتا در زندگی ما ناامیدی به سراغ ما میاید و به دنبال ما میاید و چه باید بکنیم؟ میفهمم که این سوال در ذهنیت همه شما عزیزان هست و خواهر خوبم خانم رضایی پاسخگوی این سوالات شما عزیزان هستند. سلام خانم رضایی. عرض سلام دارم خدمت شما. با نام و یاد خدای آغاز میکنیم که نام او زینت بخش کلام هاست و یاد او آرامش بخش روان هاست. و سلام و درود میفرستیم به محضر مبارک و مطهر قطب عالم امکان، پیامبر خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام او علیه، و تبریک و تهنیت عرض میکنیم فرارسیدن ایام میلاد پیامبر عظیم و شان رو. از خداوند تبارک و تعالی مسئلت داریم که به عظمت رسول خاتم اتحاد، همدلی و محبت رو بین تمامی مسلمانان جهان در هر مذهب و هر کیش و هر فرقه‌ای که هستن انشالله روز به روز افزون بدارد، و همینطور به یمن میلاد مبارک اون حضرت از درگاه حضرت سبحان آرزومند این هستیم که خداوند به حق حضرت محمد صلوات الله و سلام علیه و اهل بیت پاک او امنیت، آرامش و صلح رو در همه جهان و به خصوص در کشور ما و برای مردم ما به عنوان یک عیدان انشاءالله هدیه بدهد که ما شاهد شادمانی و سرور و شادی حقیقی و واقعی در قلب تک تک همدانان عزیزمان باشیم انشاءالله. الهی آمین. بسیار عالی خانم رضایی و هموطنان خوب ما در جریان هستن که ما صحبت‌های زیادی در رابطه با امید داشتیم. بله. که امید چی هست؟ چه عواملی باعث امید در زندگی میشه؟ چی باید بکنیم که امید به خالق خودم ما داشته باشیم؟ انواع امید گفتیم و بسیار صحبت‌های زیادی داشتیم. بله. و اما امروز ما صحبت ما می‌خواد در این رابطه باشه که چرا با وجودی که قدر ما از امید گپ زدیم و گفتیم که امید چقدر در زندگی باید باشه، باعث پیشرفت در زندگی میشه، باعث بسیار از عوامل است، اما چرا گاهی وقتا ناامید میشه انسان؟ درست. و این ناامیدی چرا میاد به دنبال انسان ها؟ بله، بسیار هم سوال خوب و به عبارتی کاربردی و مفیدیه که قطعا انشالله عزیزان بیننده و همینطور دوستان بزرگواری که شاهدی برنامه هستن و پیگیری کردن این برنامه را از جلسات قبلی، انشالله که مفید و فایده خواهد بود. خب ما همونطور که شما اشاره کردید، ما در جلسات قبل مطالب متعدد و متفاوتی رو پیرامون مبحث امید خدمت دوستان خوب گفتیم و نکته مهمی است که خب اتفاق میفته و کاملا طبیعی است در ذات بشری، ای که گاهی وقتا خسته و ناامید میشیم، گاهی وقتا احساس سردرگمی به ما دست میده، گاهی وقتا فکر میکنیم که حیران شدیم اصلا، یک حتی این ناامیدی و این احساس یأس آهسته آهسته به سمت پوچی گراییده میشه، به سمتی که آدم از زندگی کردن، از بودن و از هستی خسته میشه و خدایی نکرده گاهی وقتا ممکن است دیگه یک تصوراتی و یک تفکراتی و افکار وسوسه آمیزی در مورد حتی این که خب دیگه زندگی به کار من نمیاد، پس من چرا زنده باشم یا اصلا زندگی رو بیایم شخصا من خودم زندگیم رو خط بدم، یا زندگی به درد من نمیخوره یا من به درد زندگی نمیخوام، من به درد زندگی نمیخوام. درسته. خب این چرا اتفاق میفته؟ طبیعتا از اونجایی که ما آدم ها هر کدوممون
یک شرایط خاص بر اساس یک تربیت فامیلی خاص در یک شهر، در یک محله، در یک منطقه و کشور. خب هر کسی متناسب با شرایط خاص خودش ممکن است که مشکلات متعدد و متفاوتی را تجربه بکنه، و این که چرا بر اساس او شرایط و او اتفاقات زندگی است که حالتهای مختلف هیجانی و احساسی برای آدم ها دست میده. این که اگه بیایم بخوایم که ریز کنیم، که خب به عبارت ساده تر میتوانیم بگیم که به عدد هر انسان ممکن است یک دلیل وجود داشته باشه، یک دلیل جدی و کلی، ولی ترکیبی از چندین تا عامل برجسته هست که اینها معمولا منشأ و دلیل اصلی است برای ایجاد احساس ناامیدی، که من انشاءالله اونا رو خدمت دوستان عرض میکنم و این آرزو رو دارم که معمولا علم به عبارتی و آگاهی و اطلاع مقدمه اولی است برای پیشگیری، برای جبران کردن، برای درمان کردن، برای اینکه تا زمانی که نمیدانیم خب هیچ احساسی هم به ما دست نمیده و هیچ انگیزه ای هم برای برطرف کردن، برای حتی ساختن، حالا اگه سمت مثبت باشه انشالله آباد کردن و درست کردن، و اگر احساس کردیم که ضعفی یا نقیصه ای در وجود ما هست انشالله برای برطرف کردن و برای اینکه مشکل رو حل کنیم. خب پس بنابراین انشالله ما اینا رو اول خدمت دوستان خب بیان میکنیم، به امید اینکه انشاءالله بینندگان عزیز ما و دوستان عزیز که اینها رو میشنون، اگر بررسی کردن خود نا و دیدن که خدای نکرده حالا به هر دلیل یکی از این موارد و یکی از این عوامل در وجودشان هست، امروز انشاءالله تصمیم بگیرن که از این به بعد با شناسایی این عوامل قدم بردارن و قصد بکنن و هدف گذاری بکنن که انشاءالله اونا رو کم بکنن از زندگیشان یا به طور کلی بردارن انشاءالله این موانع. خب حالا ما بعد در بحث رابطه ها، اگر خاطر عزیزان ما باشه و همینطور شما که قطعا به خاطر دارید، که ما تقسیم بندی کردیم، گفتیم انسان معمولا در ترکیب این سه رابطه است، که ای که مثلا به چه کسانی یا به عبارتی منابع امید ما چیست، یا امید به خداست یا امید به خلق خداست یا امید به خودمان است. خب حالا ببینید، در اولین مسئله و پررنگ ترین مسئله ای که معمولا اتفاق میفته، که بسیار بسیار سخت هم هست و خیلی به چالش میکشه ما آدم ها را و باعث این میشه که یک احساس خیلی بدی داشته باشیم نسبت به خودمان، ایست که او رابطه با خدا، باور خود نسبت به خدا، و به عبارت ساده تر او ایمان قلبی خودمانه نسبت به خدا و نسبت به آفرینش خودمانه و نسبت به خالق هستی و نسبت به نظم و قواعد و عدالتی که در شرایط در عالم هستی هست از دست میدیم. معمولا زمانی ناامید میشیم که احساس میکنیم که دیگه، حتی اگر که باورمون رو به خود خدا از دست ندیم، باورمون ایست که دیگه خدا مرا نمیبینه. پس وقتی این همه دعا کردم، این همه تلاش کردم، این همه زحمت کشیدم، این همه زجه زدم، گریه کردم، به عبارتی شکایت کردم حتی به خدا، پس حال که هیچ اتفاق نمیفته، هیچ تغییری در زندگی من پدید نمیآید، پس معنیش چیست که دیگه خدا من رو نمیبینه، یا خدا صدای من رو نمیشنوه، یا خدا نمیخواد که جواب من بده، یا به اصطلاح ساده تر عامیانه تر، پس خدا من رو دوست نداره دیگه، هیچ توجهی به من نمیکنه. این باور اگر که خدای نکرده در وجود هر انسانی شکل بگیره، یعنی اولین و مهمترین قدمی است که ما باور قلبی خودمان به خدا از دست بدیم. چرا میگم مهمترین؟ به دلیلی که یادتان هست که ما قبلا مطرح کردیم، به عنوان یک موجود ناقص هر اندازه ای هم که توانایی داشته باشم، خونزوریاتون هست که گفتیم مثلا یک آدم در بالاترین مرحله از یک رشته ای، حتی از چند رشته، در چند رشته آدم موفق است. خب در او چند رشته آدم موفق است، ولی در الا ماشاءالله موارد دیگه آدم ضعیف است که نیازمند به دیگرانه. به دلیل همون ضعف ذاتی ما یکی از دلایل اصلی برای موفقیت و برای امیدوار بودن ما اینه که یک تکیگاه داشته باشیم، و او تکیگاه هر چقدر که قدرتمندتر باشه، هر چقدر که قدرت بیشتری داشته باشه. بازیاتون هست که ما گفتیم در مورد پروردگار متعال، یکی علم بینهایت او به همه حالات و لحظات ما، یکی قدرت بینهایت او به هر آنچه که اراده کند و بخواهد انجام بدهد، و یکی محبت بسیار بسیار خالص او و رحمت او، یکی گفتیم ارحم الراحمین است، بی اندازه به بندگان خودش محبت داره. ولی اگر به هر کدوم از اینا شک کردیم، یا خدای نکرده باورمون رو از دست دادیم، یعنی ما واقعا به رحمانیت خدا شک کردیم یا کلا مایوس شدم، هم که در مادر آیات مبارکه قرآن کریم به عبارتی بیان شده لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نشید از رحمت خدا، نبرید از رحمت خدا، ای گمان رو نبرید که خدا رحمت خود را از شما برداشته. حالا که ما داریم که مثلا در سوره قرآن در اول هر سوره بجز سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی صفت رحمان بودن خداوند، صفت محبت او و صفت رحمت او و رحیم بودن او دائما تکرار میشه، به خاطر اینکه ما ایره حتی اگر یک وقتی دوچار شک شدیم، فراموش کردیم، یا به هر دلیلی باور ما نسبت به کم شد. خب این اولین گزینه است که بسیار بسیار موثره. پس ما خواهش میست که دوستان عزیز ما برای بررسی که ما باورم به خدا چقدر است، لحظاتی حالا مثلا 10 دقیقه
15 دقیقه 20 دقیقه. خب تأکید من است که یک حالتایی داشته باشیم که آرامش داشته باشیم، یک گوشه خلوتی. حالا چه بهتر بعد نماز صبح بود، چه بهتر بعد نماز خفتن و شام بود، حالا یا وسط چاش بعد نماز چاش بود، بعد نماز عصر بود، هر زمانی که احساس میکنیم ما آمادگی روحی رو داریم، بشینیم و به خودمون ارزیابی کنیم و بعد اگر دیدیم که بله، باورم از نسبت به خدا، باورم من نسبت به قدرت خدا ده. که اگر هر آینه اراده کند شرایط تغییر خواهد کرد، اگه این باور از دست دادم، از ته دل و با کمال خضوع و خشوع به اویی که از همه به ما مهربان تر است بگیم خدایا من این باور ایجاد شده به من، و شاید به خاطر این باور است که الان امیدم کم شده، شاید به خاطری که از قدرت تو و از علم و آگاهی تو فکر کردم تو مرا نمیبینی، فکر کردم تو مرا فراموش کردی، حال که به این میاندیشم که این باور باعث این شده، من با همه وجود یک استغفرالله از ته دل بگیم و طلب و بخشش کنیم، و بعد با همه به عبارتی ابعاد و با تک تک سلول‌های بدن ما بگیم خدای باور دارم که تو هستی و خود به تو نسبت. پیوند و ارتباط محکم‌تر کنیم. دوم، دلیل دوم ناامیدی ما چیست؟ زمانی است که بیش از اندازه به دیگران وابسته شدیم. یادتان هست که بسی بحثه. ببینید این که خیلی، حالا از ابتدایی ترین رابطه ها شروع میکنیم، مادر فرزندی، بعد یکم میریم جلوتر همسر، مثلا خانومی بی حد و بی اندازه به شوهرش امیدوار بوده، این مرد خوبی است، این مرد دوست داره، ولی خب انسان است، یا برعکسش مردی بیش از اندازه، یا در روابط یکم کلانتر، روابط فامیلی، خواهر، برادر، کاکا، ماما، عمه، خاله، و یکم جلوتر میرید همکار، دوست، آشنا، و یا حتی هر کسی دیگه‌ای که میتونه باشه، رئیس و فلان. یادمون هست که ما با هم گفتگو کردیم در این زمینه که او هم انسانی است شبیه به من، همانطور که حال امکان داره حالتهای روحی روانی و حتی تفکر و اندیشه او تغییر بکنه، متناسب با او تغییری که کرد ممکن است که او رابطش هم با من از بین بره. لذا بعدش هم نکته بعدی است که او یک انسان محدود، توانایی او هم محدوده، قدرت او هم محدوده، حتی گاهی وقتا ممکن است که قصد و هدف او تغییر نکرده، ولی دیگه توان نداره، دیگه در او از عهده او خارجه. ای به عبارتی وابستگی من، ای دلبستگی من، ای تکیه بیش از اندازه من به خلق خدا، از همه اول یادتان باشد که گفته بودیم، تأکیدم کردیم به دوستان عزیز ما، سعی کنیم که رابطه برقرار بکنیم، دلبستگی، محبت، علاقه ایجاد بشه احسن به شما، ولی وابستگی و ای که به اصطلاح ساده تر خودمان را به او متکی بدانیم یا تکیه بکنیم رو هر کسی میخواد باشد، پدر، مادر، فرزند، گفتم حتی همسر، خواهر، برادر و هر کسی. ای که متاسفانه در مملکت ما بسیار از دوستان عزیز ما بسیار شنیدن که چوکیا میخوای خیلی تلاش میکنی برای به دست آوردن یک مقام بالاتر. تو مثلا فرض کنید که در این رتبه هستی، در رتبه دوست مثلا سه هستی، تلاش میکنی خودت که رتبه دو برسانی، حالا بر رتبه دو به فلانی و فلانی و فلانی امیدوار هستی که اینمی سه نفر رأی بدن یا تلاش کنن، که خب اومدیم اونو انجام ندادن، خلاص دیگه. شکست در زندگی، و بعد در همون جایی هم که هستی فکر نمی کنی که الان تو اگه رتبه 3 هستی، بسیار از آدم ها اصلا کسی کار ندارن، اصلا زندگی ندارن، اصلا اون جایگاه و اون مقام اجتماعی را که توی الان داری او را اصلا ندارن. حالا توی این 3 رو داشتی، خواستی به 2 ارتقا رتبه کنی، یک مقام بالاتر بری، و بعد به جای توکل بر خدا، به جای امیدواری به او، به جای اینکه بدانی بگی خدای من تلاش ما میکنم، من هدفم هست، تو هم میبینی و امیدوار هستم که هر چقدر تو خواست. ولی اگر به 3 نفر دیگه، به 4 نفر دیگه، تو به 1 نفر دیگه، فلان رئیسم سفارش کردم، یا به من گفته، یا به مثلا به من قول داده، یا به من مثلا چی کرده، من رو امیدوار کرده که من فلان کار برات انجام میدم. خب بعد اگه اون آدم به هر دلیلی، گفتم یک وقتایی هست که واقعا تقلب است، دروغ است، یه وقتایی هم هست نه، اون بنده خدا قصدی نداره، ولی در توانش نیست، این نکته دوم است که بسیار آسیب زننده است. و در این جهان رضایی عزیز مثلا یک زمان هست که او همزمان ای که فکرش و ذهنش طرف عزیز که مثلا باش که رئیسم چی میکنه به من، توکلم به خدا اندم داره، باز اینا رو میبینه که خداوند جوابش نمیده. خب بختر عزیز که ای درست است که مثلا یک ذهنیتش به طرف خداوند هست، ولی اصل دید و چشمش طرف رئیس است یا طرف همکار از اوست، برای او دیرتر به جواب میرسم. ببینید یک مثال معروف است، یک شعری است اگر دوستان ما شنیده باشن، ای صد دل دل، صد دل دل، یک دل کن. خدا غیور است، یعنی شما تصور بکنید که ما تمام، میگه فقط تنها جایی که یادتون هست در برنامه قبلی هم گفتیم که خداوند تبارک و تعالی در هیچ جای مکانی جایی نمیگیرد الا در دل بنده مومن، در دل بنده. و این یعنی که خدا ایره فقط او را برای خودش میخواد، یعنی در او دل چند نفر جای هیچ وقت چند نفر جایی نمیگیرن. ببینید من دلم کاملا
قلب من کاملا در اختیار و باور و عشق به خداست. حالا اگر به فرزندم، اگر به پدرم، خب اگر به مادرم و اگر همسرم محبت دارم، به خاطر ایست که او گفته. یعنی دقیقا ببینید اینا در احسن گفت به پدر مادرت احترام کن. سمعنا و اطعنا، همونطور که در قرآن داریم که فرمود که آن کسانی که مرا میپرستند، حالا در آیه قرآن داریم که بعد از اطاعت خدا محبت و احسان به والدینه. او گفت که مثلا زندگی به در آیه قرآن داره و عاشروهن بالمعروف، به معروف، به نیکی، به خوبی با هم معاشرت کنیم با همسرتون، به دلیلی که خدا خواسته و محبت میکنم، احترام میکنم، دوستی نشان میدم، تمام تلاشم رو میکنم برای برقراری یک زندگیمو. و به او گفت که ما به فربتون نعمت دادیم، مراقب نعمت باش، مثلا در حد توانت برای او زحمت بکش و او رو تربیت کن، چون او گفته. و به اینا پس بنابراین ببینید این که ما همین که شما میگید توکل هم نه دیگه، این نمیشه. یعنی اگر توکل او تلاش هست، ببینید شاید بعضیا بگن که خب این رقم که پس هیچ کار نباید بکنیم، نه، ما تلاشای بندگی خود ما نمی کنیم. ولی ببینید یک چیز واضح هستی که من در درون خودم خیلی برای من واضح و روشن است که آیا واقعا توکل کافی و واقعی به خدا داشتم و بعد تلاشمو کردم یا نه. از اون اولم بیشتر از اینکه باورم به خدا باشه، نگاهم به رئیسم بود، نگاهم به فلان رفیقم خب بود. تلاشم گفتن همیشه دیگه خان بزایی چی؟ مثلا اینکه تلاشش نیست که در همون راستای کار خودش تلاش میکنه که بتونه موفق باشه و در دید رئیس مثلا به عنوان یک انسان موفق جلوه بده. اگه وظیفه خودش رو ببینید، کارمند مثلا کارمند فلان اداره هستم، خب چه روزی که من تعهد کاری رو امضا میکنم به عنوان یک انسان تعهد میدم، تلاشم در احسن در راستای وظیفه است، در راستای او که خب من بالاخره همون معاشی که میگیرم باید حلال باشم. ولی این که دقیقاً ببینید این خود ما بهتر از هر کس میدونیم که من تای دلم آیا واقعا به او فرد وابستگی داشتم، به نظر او، یعنی کار به خاطر او کردم یا کار به خاطر رضای خدا کردم. ببینم که مرا مثلا رتبه با بالا کنه. اصلا ما متاسفانه شرک خفی ای که واقعا خودمان متوجه نیستیم بسیار موارد، یعنی حتی این تصورات ما و وابستگی های ما تا حد شرک جلو میره. شرک خفی داریم، شرک جلی. حالا شرک جلی ما نمی کنیم، ما مسلمان هستیم، بوته نمیگذاریم، ولی شرک خفی یعنی غیر مستقیم آدم های دیگری رو، یکی رو خالق روزی میدانیم، یکی رو خالق سلامتی. دکتر صاحب با چی می بوته سپردم؟ خب حالا دکتر صاحب فوق تخصص هر چی که هست هست، اوست که زنده میکند، اوست که میمیرند و او که شفا میده. اینکه همین که ببینید بعضی هم میگن که من باور دارم واسطه است، ولی خب همین باور واسطه بودن است که گاهی وقتا واقعا همه امیدمان به مدافع است. شرک خفی پنهانی غیر مستقیم. من این رو به شما سپردم. خب این ببینید این تکه هاست، این نکته هاست که این ناامیدی اساسی زمان است که من نمو بنده های خدا را هر کی که خواست تأکید میکنم به همه عزیزان ما، مراقب باشیم که در عالم خلقت جز ذات احدیت و آنهایی که وابسته به او هستند. ببینید ما اگر پیامبر و ائمه معصوم رو میگیم، اونها رو به عنوان یک انسان که به شخص اونها متکی هستیم، نه. چرا فرمود اطاعت کنید خدا را و پیغمبر خدا و اولی الامر را. اونها اولی الامر حضرت سبحان هستند، اونها وابسته به خدا هستند و به عبارتی در راستا اطاعت از اونها، محبت اونا و حتی نظر اونا یا وجیهن اندلا اشفع، طلب شفاعت از اونا در راستای طلب به اصطلاح مغفرت و آمرزش از طرف خداوند، ما اونها رو احسن جدای از این نیست که اونها رو مجزا، جدای از این ذوات مقدس به هر کسی در عالم خلقت اگر حالت وابستگی پیدا کردیم، قطعا امروز نه فردا، فردا نه دیگه فردا، حتما ناامید خواهد شدیم. چرا که او انسان است، یا در توانش نیست، یا یک زمانی خسته میشه، یا از او خطای سر میزنه و یا من رها خواهد کرد، بس است دیگه، این همه به تو محبت کرد، کفایت میکنه، خسته شدیم از دسته. این تکه دوم. به تکه سوم حالا که انشالله باز بعدن بپردازیم به راهکارها، در قصه سوم من کی از خودم ناامید میشم؟ زمانی که فراموش کردم که انی جاعل فی الارض خلیفه، من خلیفه خدا، جانشین خدا، یعنی تک تک حضرت سبحان فرمود و نفخت فیه من روحی، من از روح خودم در تو، یعنی بالاترین شأنیتی که ممکنه برای هر موجود ده. زمانی که فراموش میکنیم من همون آدم هستم، همون موجودی هستم که خدا به تک تک ملائک فرمود که برای آدم، بر او آدم و بر همه ببینید حضرت آدم مسجود ملائک است، ما فرزندان آدمیم. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که تو ببین که تا چه حد است مقام آدمی. فراموش میکنی دقیقاً گاهی وقتا انسان ها خودشان را خدای نکرده از حیوان هم پستر میکنند. البته او جایگاه رو داریم، یه واقعیت است که در قرآن هم فرمود اولئک الانعام بل هم ازل. زمانی است که خط اتصالمون، اون رابطه اصلی و همون مسیر هدایتی که به خدا متصل میشه قطع میشه، یا برعکس. یادتان هست که دو بود گفتم، یک زمانی هست که خودمون رو بسیار خار و ذلیل میکنیم، یک زمانی هم هست که انی انا ربکم الاعلی،
یعنی دو وجهی است، یا دوچار غرور بیش از حد میشیم که قطعا به زمین خواهد خورد. یعنی هر کی، یعنی همون فرعونی که انا ربکم الاعلا میگفت در بدترین حالت ها و با ساده ترین مثلا ابزارها از بین رفت. بله. یا همون قارونی که ثروت او رو مثلا فرض کنیم میگن کلیدهای مثلا مخازن او رو شترها بار میکردن. بله. و میبردن، قارون هم بالاخره قعر زمین فرو رفت. یک زمانی است که من واقعا فراموش کردم جایگاه خودم، من کی هستم، من چی هستم، و این عظمت و شأنیتی که انقدر به اندازه ایم به عبارتی در خلقت همه آسمان ها و زمین، هیچ وقت من فرمود فتبارک الله احسن الخالقین، زیباترین و نیکوترین مخلوقات. پس من چطور به یک جایی میرسم که خودم انقدر پست و حقیر میدانم که یعنی از همه چی یا احساس میکنم، یا از اون طرف متاسفانه زمانی است که احساس منم انقدر قوی و پررنگ میشه که بلد. فکر میکنم که من کسی هستم، به حالان که من هر چقدر که من باشد در مقابل ذات او حتی ذره ای هم هیچ نیستم. بسیار عالی. میان برنامه آماده نشر است تقدیم شما عزیزان. معبود من، مرا این عزت و ارجمندی بس که بنده تو باشم، و این سرافرازی بس که تو خدای من باشی. تو همان گونه هستی که من دوست دارم، پس مرا چنان بساز که خود دوست دارم. خدای من، اگر از من نیکی هایم را بخواهی همه را به تو خواهم بخشید، با این که خود به آنها سخت نیازمندم. من بنده تو هستم و تو پروردگار منی. خداوندا، به تو پناه میبرم از اینکه بیرون مرا در چشم مردم زیبا نمایی و درونم را با کارهایی که از تو میپوشانم زشت گردانی، تا در برابر نگاه های مردم از خود نگهبانی کنم و از این راه نیکویی بیرونم را به مردم بنمایم و کارهای زشتم را به سوی تو روان کنم، تا زین را به بندگانت نزدیکی جویم و از خوشنودی تو دور شوم. تشکر قدردانی میکنیم از یک یک شما خانواده های عزیز، هموطنان خوب و بیننده های محترمی که همیشه بیننده برنامه روشنا هستند. ما هم خوشحال هستیم که همراه شما عزیزان هستیم و امیدوار هستیم که با ما در ارتباط باشین. اگر سوالات دارین، اگر به حال انتقاد، پیشنهاد، هر گپی که دارید میتونین از طریق نمبر واتساپی که براتون میگم با ما در ارتباط باشین. مثبت 964 780 255 40 13. اما صحبت ها را با خواهر خوما خانم رضایی دوباره آغاز میکنیم، چرا که فرصت محدود است و صحبت ها بسیار عالی. چی باید بکنیم که از ناامیدی نجات پیدا کنیم؟ راهکارهایی از این که ما از ناامیدی خلاص شویم و بتونیم یک انسان امیدوار باشیم در زندگی، اینا بسیار مهم و اهمیت دارن. خب خانم رضایی چه باید بکنیم؟ بله، جلسه پیش ما یادتان هست که خدمت دوستان یک نکته خیلی ساده را گفتیم که اولین مرحله است که تغییر ایجاد کنیم، هرچند که اون تغییر بسیار کوچک باشه. بله. حالا من یک راهکارهای این مسائلی که میگم بسیار ساده است، خیلی خیلی انجام دادنش یعنی هیچ تخصص و مهارتی نمیخواست و در این نمیخواد، و در این حال یک کمکی او عزم و اراده، فقط یعنی خواستن در درون وجود ماست. و من خواهشی میست از بینندگان عزیز، از بزرگواران و عزیزانی که حالا بفهمونده شما چه پدران و مادرانی که نگاه میکنن، چه خانم‌های جوانی که نگاه می‌کنن، چه آقایون و حالا دختران و پسران نوجوانی هم که نگاه می‌کنن، هر کسی در هر مقطع و سن سالی، فقط خواهش می‌کنم که اینا رو انجام بدید. یعنی اول یک بارم که شده، یک دفعه هم که شده اینا رو امتحان کنیم و ببینیم اگر هیچ تأثیری نداشت خب، ولی یعنی به صرف شنیدن که خب ها راست گفتن،
چقدر خوب این گپی که میزنن مثلا چقدر خوب، این کفایت نمیکنه، یعنی قطعا باید یک اقدام عملی انجام بشه. اولین راهکار ساده است که خسته شدیم، از زندگی بریدیم، خب یک نیم ساعت، یک ساعت خوب کامل به همین قضیه با کمال تفکر عمیق، یعنی بدون هیچ قلقشی، به اصطلاح ساده تر خیلی بدون هیچ، به اصطلاح دیدید که گاهی وقتا ما فکر میکنیم، ولی خب من مثلا من این لحظه اینجا نشستم در حال فکر کردم ولی حواسم خیلی جای دیگه هم هست. بله. به این قسم نه، کاملا، یعنی یک زمان و یک مهلت خیلی آرامش وجود. کامل با تمام وجود بشینیم، بعد ببینیم که یک کاغذا که برداریم، بعد پیش خودمون فکر کنیم که من چی هستم، چی دارم، به چه جاهایی رسیدم، چه کارهایی تا حالا کردم. ببینید من اینو بارها تجربه کردم، به بعضی از دوستان که میگم، بعد میگه هیچی ندارم، من هیچ کار نکردم، من به هیچ دردی نمیخورم. بعد مثلا خانم فرض بگیرید که 35-40 سال است، میگم عزیزم ازدواج کردی؟ میگه خب چرا نمینویسی ازدواج کردی؟ میگه خب یکی گپی نیست. ای گفتم چطور گپی نیست، خیلی گپ مهم است که شما بالاخره توانستی بزرگترین انتخاب زندگیت انجام بدی، اصلا به یک کمال رسیدی بر مبنای مفاهیم دینی ما، هر که ازدواج کنه نی نصف ایمان، به یک کمال رسیدی. بعد میگه منظورت اون نیست. گفتم منظورم هر آن چیزی است که داری. اینو یک کم عمیق‌تر گفتم، مثلا اینو واضح‌تر میگم دوستان ما متوجه بشن که منظور ما چیست. یعنی خیلی چیزهای برجسته ما همش دنبال چیزایی میگردیم که انگار از طریق رسانه‌ها بولد شده یا پررنگ‌تر شده، احساس میکنم که فقط بعضی از چیزها نماد خوشبختی یا داشتن‌ها. نه، هر اون چیزی که دارم. تو ازدواج کردی؟ خب بله. بچه داری؟ تو عزیزم تو میدانی که برترین نعمت‌های چند تا داری؟ مثلا 3 تا 4 تا 5 تا دختر داری؟ بله. پسر داری؟ بله. میدانی 3 تا دختر داشته باشی بهشت برام که خداوند در روایات داریم که او پدری که توانایی رو داشته باشه که 3 تا دختر رو با رزق و روزی حلال بزرگ کنه و با نام نیک به خانه وقف بفرسته، بره بهشت بر او واجب میشه. بله. در هر خانه‌ای که خدا در او دختر متولد بشه چقدر برکت. تو ایره چرا جدی نمیگیری که الان مثلا 4 تا دختر داری، 3 تا دختر داری، 5 تا دختر داری، اصلا تو 7 تا اولاد داری، هم 7 دختر است. بله. خب این چرا این جدی؟ بعد میگه خب این خودش بدبختی است که. نه عزیزم، کجای بدبختی است؟ تو 7 نعمتی داری که به خاطر دادن هر کدوم از اونها هر روز چندین فرشته وارد خانه تو میشن و برکت رو و رحمت رو میارن. هر کدومشون هدیه های الهی و رحمت های الهی. احسنت به شما. چقدر هم واقعا اونایی که ندارن، اونایی که دارن و جدی نمیگیرن، برن بشینن پای درد دل اونایی که ندارن و چقدر تلاش میکنن که خدا به اونها عنایت کنه ولی نمیکنه. واقعا آدم از زندگی همیشه غافل میباشه. پس ببینید بشینیم با یک به اصطلاح به قول شما صادقانه و کاملا با یک آرامش خیلی خیلی زیاد و هر آن، دقیقاً تاکید می کنم، هر آن چه داریم، هر آن چه کرده ایم و هر آن چه که به دست آورده ایم. به بنده خدا میگم که مثلا دختر جوان 24-25 سال است، میگم که اصلا ناامید شدم از زندگی. میگم خب تو چیزایی رو که داری، میگم من چی دارم؟ من هیچی ندارم، نه کار دارم، نه پول دارم، نه خانه دارم، نه زندگی چی دیگه ندارم. بعد گفتم این قد و بالا مثلا یک زمانایی به طنز هم میگم ولی جدیست، واقعا بسیار جدی. این قد و بالای خودت نگاه کردی؟ میگه یعنی چی؟ گفتم تو الان دیدی که مثلا چه موهای زیبایی داری؟ بعد مثلا گاهی وقتا با تعجب نگاه میکنه، میگه یعنی امی هم گفتم که تو میدونی که چقدر چالش جدیست؟ گفتم میلیاردها دلار در کل جهان فقط صنعتی است که مثلا رشد مو. گفتم تو الان مثلا موی زیبایی داری؟ اینو جدی گرفتی تا حالا؟ گفتم این پوست خودت تا حالا دیدی؟ پوست شادابی داری، دختر جوان یا بچه جوان نام خدای قدی که تو داری؟ این جدی گرفتی قد تو مثلا خیلی ها دیدی؟ باز گفتم والا شوخی میگم، چقدر تبلیغات متفاوت، فلان کفش بگیرید که قدتون بلند شود، فلان قرص بخورید، فلان شربت بخورید. تو قد تو دیدی؟ یعنی نام خدا قد می رشیدی داری؟ مثلا این بعد یک کمکی که جلوتر میریم به طرف مثلا بنده خدایی که با من مواجه است، میگه شما اینا رو میگین؟ میگم اینا که اینا همه نعمته. بله. چرا چه دینی نمیگیریم؟ به چشم هیچ کس نمیگیریم. طبیعی شده دیگه، میگن اینا که هستن. و حالا که اگر یک لحظه، من همیشه میگم که در روایات ما دارید میگه یک گذری به قبرستان بکنید، من میگم یک گذری به شفاخانه ها برید، یک گذری به اوجاهایی که آدم ها برای مثلا حتی اونایی که مثلا الان حالا جایی که مثلا شفاخونه‌ای که خیلی خدای نکرده بیماری های، نه حتی همینایی که الحمدلله الان متاسفانه زیادم شده، البته الحمدلله از روی تاسف دارم میگم متاسفانه، همینا که عمل زیبایی انجام میدن. چقدر هزینه های گزاف که مثلا فلان. بعد میگم که تو خب آینه خودت دیدی نام خدا می صورت بیت، چشمو بی مقبولی، دماغ مثلا بینی، همه چیز یعنی همو زیبایی که خدا و یصور الارحام کیف یشاء تو رو به بهترین حالت تصویر کرده، نعمت نیست. بعد میگه که مثلا خیلی مواجه شدم با این، به این خاطر خواستم یکم ساده تر بگم که دوستان متوجه بشن که وقتی میگم هر آنچه که دارید، یعنی واقعا هر آنچه که دارید،
تو به این سن رسیدی تا حالا یک مسکن نخوردی؟ چشم الحمدلله سالم، سالم، دست سالم، بدن پای سالم، سالمه، بدن سالم. هیچ بیماری خونی نداشتی، تو ناقص به دنیا نیومدی، تو با یک چالش جدی به دنیا نیومدی، 24 24 25 سال از عمرت گذشته، هیچ وقت حالا گذارت بشه فخونه نیافتاده. اینا رو جدی بگیریم و بعد ببینید، خب حالا او چیزایی رو که هستی، بعد یک لحظه که قدم دوم، میخوای چی میخوای؟ یعنی دقیقا تو به دنبال چی هستی؟ تو دقیقا برای خودت واضح، ای که میگم تاکید میکنم حتما بنویسیم به دلیل که جلو چشممان باشه. چرا زندگی میکنیم؟ چی می... نه چی میخوای؟ الان همین چی میخوای؟ یاره الان مثلا تو میای میگه که خب خسته شدیم، اصلا دیگه هیچ امید من ندارم، این زندگی معنی نمیده. خب الان برای که زندگیت معنادار شود چی میخوای؟ تو دنبال چی هستی که زندگیت معنادار کنی؟ نمو چیزی که تو رو خیلی سر ذوق میاره، خیلی سر شو چیه؟ تو همونه بنویس. خب بنویس، بعد میگم که خیلی وقتا اتفاق میفته، خب بنویسیم که چی بشه. نه بنویسیم که چی، که اولا خیلی وقتا او چیزی که در فکر ما هست یک لحظه لحظه دیگه نیست. بعد اینه که نوشتیم دقیقاً کلان درشت اینه، بعد حالا دو مرحله دیگه داره، اینه که نوشتیم بعد از اینکه تصویب شد، درست شد، کامل شد، هر جایی که هستیم روبروی خود من، اگه خب اتاق جدایی دارم، خب داخل اتاق من روی مثلا فرض کنید جایی که میخوابم، روی تخت خواب رخت، یا ندارم حداقل یک جایی یک در دسترسی که داخل مثلا فلان جایی که کالای من میمونم، یک جایی که در دسترس باشه ببینم، جایی گلمال مستقیم نمره بزنین، و هر شب قبل از اینکه بخوابی بگو من میخواهم فلان کارو بگم. من الان به این دلیل ناامید شدم که برای فلان چیز بارها تلاش کردم، حالا یک بار دیگه با یعنی او بشه هدفت. احسن بر شما، هدف ما معلوم باشه، مشخص باشه، نوشته شده باشه و همیشه در روبرو جایی باشه که ما بتونیم او رو ببینیم. ببینیم و این دیدن از او برای ما او اصلا من پس من زنده ام به خاطر چی؟ زنده ام به خاطر که به او برسم، که به او برسم، به او برسم، میشه انگیزه دیگه، انگیزه سوزان. مثل این میمونه که شما هر روز خودتان رو به چالش بکشید. من رقیب خودم هستم. ببین او جلو مثلا داخل او کاغذ نوشتم که به فلان چیز میرسم. حالا الان مرحله سوم، اول وقتی که مثلا خیلی وقتا ممکنه که ما خواستم، ما دعا کردم، ما نوشتم، نشد. خب نکته او چیزی که خواستی آیا واقعا بررسی کردی که شده نیست؟ یعنی بر اساس استعداد و با شرایط تو، با توانایی تو، با استعداد تو، با مملکتی که در او زندگی میکنی، با خانواده‌ای که در او تربیت، شرایط جامعه عمومی، احسن بر شما. با اینا اگر مطابقت که اگر دیدی مطابقت نکرد چرا ناامید میشی؟ تمام به طور حالا شاید اگر نگیم 100%، بالای 90% آدم هایی که الان برجسته ترین افراد جهان هستند در رشته های مختلف، نخبه های جامعه، نابغه های جهان، بزرگترین دانشمندان در هر سه، معمولا آدم هایی هستن که در بدترین شرایط زندگی میکردن، متعد روز اول میدانستن که میخوان چیکار بکنن. بله. ممکن است مثل ادیسون 300 و چند بار شکست خورده باشن. یعنی خانم روزایی، ما مثلا هدفی که میخوایم انتخاب کنیم بعد بر اساس استعداد، توانایی، از همه اوزای جامعه، اوزای جامعه، محیط. بله. خب تمام اوزای جامعه، محیط که ما داریم در کشور ما مثلا واقعا سخت است. خب الان این من مرحله سوم، پس مرحله سومی چارچوب ببندیم. خب بعد میرسیم به جایی که میگه که خب من اون چیزی که میخوام که خب الان شدنی نیست. دقیقا این کلمه که الان شدنی، الان شدنی نیست. آه دیگه پس فردا میشه، تو تلاشت بکن، زحمت. و بعد مگر نه این است که خانم ظهوری همه انقلاب های جهان رو، هم از نلسون ماندلا رو، هم از گاندی رو، یا حتی برجسته ترین به عبارتی انقلاب و تحولی که در عالم اتفاق افتاد و انتهایی ترین و کامل ترین انقلاب ها بود، انقلابی که یا بعد به سطح پیغمبر، تحولی که پیامبر ایجاد کرد، مگه پیامبر روز اول اصلا کسی تصور میکرد که بعد از اینکه زمانی که پیغمبر در تمام مدت 13 سالی که به شدت در مکه اذیت شد، آیا کسی تصور میکرد که پیغمبر زمانی که با او ترس و با خطر جانی هجرت میکنه از مکه به مدینه، چند سال بعد با افتخار و با اقتدار وارد این شهر میشه؟ و کسی حتی جرأت نمی کنه که مثلا جلوی پیغمبر حرف و سخن، همون پیامبری رو که در همون مکه زدند، مورد اذیت و آزار قرار دادن. آیا کسی؟ پس بنابراین ببینید الان شرایطه. این کلمه رو همیشه داشته باشیم. ما اگر اولی اگر یه چیزی است که واقعا ببینید، مثلا به عنوان مثال خیلی وقتا او اقدامی که مدار می کنم به این نکته توجه بکنیم که اگر قرار است این هدفی که برای خودم ترسیم کردم به قیمت آزار و اذیت دیگران است، به قیمت زیر پا گذاشتن مادر، زیر پا گذاشتنش، نه خیلی وقتا هست ما تصمیماتی که میگیریم ممکنه مخالف باشن، مخالفت اونها شرایط، می توانیم تلاش رو بکنیم. من بزرگترین کاری که می توانم بکنم است که تلاش رو بکنم که هم رضایت والدینم داشته باشم، هم به هدف خودم برسم، ولی نه به قیمت این که از روی اونها، ببینید شخصیت اونها، و بعد خدای نکرده بی حرمتی محض اتفاق بیفته.
چون ما در روایاتمون داریم که حضرت علی گفتیم در همین برنامه بارها گفتم که امیر مؤمنان میفرماید که فرزندان خودتون رو به اون چیزی که در زمان شما اتفاق افتاد توصیه نکنید، زیرا آنها برای زمانی غیر از شما زمان. پس بنابراین این قضیه یک معنی روشن کننده مسیر ماست که من جوان اگر احیانا یک هدفی دارم برای زندگی ترسیم میکنم که پدر و مادر من او رو نمیپسندند یا او رو نمیفهمند، این رو اشکالی نداره. ولی اگر زمانی مخالفت میکنن و مخالفت اونها به یک جایی رسیده که میگه من به هیچ عنوان راضی نیستم، پس بنابراین در این حد اگر مخالفت داری هست که میگم که مثلا نمیفهمن، میگم من اینو دوست ندارم فلان کارو نکن، من مثلا، ولی یک جاییست که به یک مرحله میرسه که رسما اعلام میکنه که راضی نیست، مطلب دارن او رو بهتر است که او کارو نکنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حالا ما در قانون داریم که ببینید وقتی انرژی منفی برای حرکتی که تو داری اونم از سمت دو نفر موجودی که در عالم دیگه تکرار نخواهند شد، مادر و پدر تو گنجینه این که هیچگاه دیگه به دست نخواهند آمد. لذا تمام تلاشم من جوان میکنم که به هدفم برسم، به همون برنامه برسم، ناامید نمیشم. چرا اونها هم انسان هم. و ببینید من باور به این دارم که خدا مگر نه اینکه رحمان ارحم الراحمین است، دعا میکنم خدایا تو میدانی که من مسیری که میرم قصیر ندارم که پدر مادر مازار بدم، خدایا من دارم تلاشم میکنم و تو هم همون رأفت و رحمت رو در قلب پدر مادر من ایجاد کن که راضی بشن. یعنی من که دارم تلاشم میکنم مسیر رو ببینید، اینها هیچ کدامشون غیر ممکن نیست، متاسفانه اون برداشت ماست. یا تاکید میکنم مثلا وقتی که داریم برنامه‌ریزی میکنیم میگه که من خب اینمی حالی فلان شرایطی ندارم، خب من کی گفتم اینمی حالی شرایطی داشته باش، ولی برنامه‌ریزی بکن. اگر زمانی دیدی که به قیمتی قرار است که بشه، خدای نکرده قرار ظلم بشه، خدای نکرده قرار حق کسی ضایع بشه، مسیرت کلا عوض بکن. ولی اگر قرار است که کسانی با تو مخالفت کنن، باش که هر چقدر تعداد مخالف بیشتر، موانعی اگر هم باشه جد فرق من نمید. مگه نه که ما شیعه امیرالمؤمنین هستیم که میفرمایند اگر همه عالم با حق مخالفت کنن و مثلا فرض کنین بر علیه من قرار بگیرن، من یک ذره تغییری در روند ایجاد نمیشه، من کار انجام میدم. و کما اینکه امیرالمؤمنین در تاریخ بارهای کار انجام داده، خیلی مواردی که بودن که همه اعلام کردن ما این کارو نمیکنیم، ولی حضرت امیر گفتن این حد الهی است، دستور خداست، من انجامش میدم. یعنی بدون هیچ ترسی، حتی که در قرآن توصیف شده که او کسی است که از هیچ چیزی نمیترسه. خب پس بنابراین ببینید وقتی که پس یک باور به داشته باشیم که من آنچه که دارم، روی به قول معروف روی کاغذ بیارم، بعد مرحله دوم آنچه که میخواهم داشته باشم. یا چه کار شما چه میخوایی از جهان، چه میخوایی از خودت، چه میخوایی از شغل، از آینده چه میخوایی، بعد برای آنچه که میخوایی شروع کن به برنامه‌ریزی. او برنامه ایت را قشنگ به شدت به او باور داشته باش و او رو بازم تاکید میکنم به عنوان یک رقیب تصور کن و من تو رو شکست میدم، تو فکر نکن من نمیتونم تو رو انجام بدم، من تو رو انجام میدم. و بعد قبل از اینکه او رو به دیوار بزنیم یک بررسی بکنیم همه ابعادش ره، آیا این شدنی هست، امکان داره، باز استعداد ذاتی من با توانی که الان دارم، نه به طور کل با استعدادی که به عنوان یک انسان دارم، اگر با او هماهنگ هست به شرط اینکه به قیمت آزار و اذیت دیگران نیست، ولی ممکن بقیه مخالفت کنن. و تازه میگم که هر چقدر مخالفت جدی تر، انگیزه ایم برای انجام دادن اون کار همون اندازه بیشتر. انشاءالله میشه که مثلا انسان یک زمان یک هدف انتخاب کنه، ولی او را بیای بررسی کنه ببینه که سازگار نیست. بله. با توانمندیش، با تواناییش، با شرایط محیط. بله. با ایگه پا میتونه او را تغییر بده. حتما همین. ببین تأکیدی که من میکنم اینه که ببینید اگر به یک در مرحله سوم که ما انتخاب هدف کردیم، در مرحله چهارم قبل از اینکه نصب بکنیم، نصب العینمون بشه، هر روز به خودمون رو تکرار کنیم، وقتی بررسی کردیم که هدف من هدف خوبی است، ولی من از این مسیری که فعلا دارم نمیتونم به او برسم، پس مسیر تو عوض کن. یک مثال ساده میزنم، ما در روانشناسی میگیم که تعارض، یک تعارض ایجاد میشه، بعد میگیم تعارض جذب جذب یا تعارض مثلا فرض کنید که تعارض جذب جذب یا قول معروف کشش کشش است که یک چیزی که ما در آن واحد به اصطلاح در یک شرایط قرار دارم که از دو طرف دو تا خواسته یا دو تا امکان وجود داره، هر دو تا اینا مثبت و جذاب است، ولی نمیدونم که کدوم انتخاب کنم، کدام بهتر است. یا هر دو تا منفی است، باز نمیدونم که مثلا این اتفاق که میگم که تعارض ایجاد، مثلا حالا من منفیشو میگم، دختر خانم جوانی 20-21 ساله مثلا فرض کنید که پانتون رفته، سال دوم، سال سوم، مثلا فرض کنید سمستر 6 هست، سمستر 7 هست، بعد این مسئله اتفاق افتاده، از یک طرف تمایل به این داره که مثلا ایشون ادامه تحصیل بده، از یک طرف خانواده فشار آوردن و به شدت اصرار دارن به یکیشان ازدواج کنه. بله. خب تمایل ایشون به ازدواج کردن
نیست. خب تمایلشون به چیه؟ به اینکه ادامه تحصیل بده. ولی ایشون به شدت والدین خود و شرایط خود و فامیل خود دوست داره و تمایل او دل شکستن، آزار دادن، از روی کسی رد شدن، به عبارتی احترام و شخصیت کسی رو زیر پا له کردن نداریم. اینا رو نداریم واقعا. اگه نمیگم نمیشه، چرا میشه، ولی واقعا انسانی که به این مسیر گام برداره یک جان یک جای دیگه قطعا شکست خواهد خورد. این مسیر مسیر سازنده‌ای نیست. به قیمت اگر زمانی رسیدن به اهدافمه به قیمت زیر پا گذاشتن اهداف دیگران اصلا اون هدف ارزشی نداره. خب خانم الان به این شرایط گیر کرده و چیکار کنم؟ از این طرف مثلا ادامه تحصیل من استعدادش دارم، من علاقه‌ش دارم، من می‌خوام واقعا به این رشته تحصیل کنم، حتی ما این مستری بگیرم ادامه‌ش بدم. پدر مادر من بشه ببینید فرصت تمام خانم زهر. بسیار خب، فقط من این ساده می‌کنم که واقعیتش است که الان در اطراف ما در جهان زندگی می‌کنیم که امثال این موارد بسیار بسیار زیاد است. بله. اگر قرار است که من برای رسیدن به هدفم تلاش بکنم، بگردم دنبال یک مسیر جدید. بسیار عالی، تشکر می‌کنم خانم زهر عزیز، صحبتاتون بسیار عالی. امیدوار هستم که یک یکی بیننده های عزیز ما ایره حتما مد نظر بگیرن و از همین امروز آغاز کنن و اقدام کنن. تشکر میکنیم از حضور شما و همچنین شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراه ما بودین. به هر حال لذات ملکوتی از آن هم نزدیک هست، شما میتونین از این طریق استفاده کنین و یک قدم بگذارین برای ارتباط با خالق خوب خودتان و خالصانه ازش بخواین و توکل کنین و امید بهش داشته باشین. التماس دعا و خدا نگهدارتان. صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله.